سلام، من سمیرا هستم. به کانال خودتون خوش اومدین. بریم این آغوشی زیبا رو بهتون آموزش بدم که برای حفظ حالت ستون و فقرات نوزاد بسیار ضروری هست وجودش توی سیسمونی. از کشیدن الگو تا دوخت کاملش رو بهتون یاد دادم. تا انتهای ویدیو همراه من باشید. بریم بچه ها با هم دیگه الگوی این آغوشی رو انجام بدیم. اولین کاری که میکنین خط وسط رو میکشین که طولش 78 سانتی متر هستش. بعد از بالا 5 سانت میایین تقسیم بندی میکنین، دو طرف رو علامت بزنین که خطوط موازیتون رو بتونین بکشین. همه خط فاصلشون 5 سانت، فقط آخری 3 سانتی متر هستش. به این شکل این خطوط موازی رو میکشین. حتما دو طرف علامت بزنین که خطتون موازی و تمیز در بیاد. بعد میایین خط اول 11.5 سانت باید طولش باشه، نقطش رو علامت میزنید. دومی 15 20.5 24.5 28.5 34 38.5 37.5 همه این نقطه ها رو به دست بیارین. 9.5 8 سانت 9 سانت 10.5 سانت 10.5 سانت 8 سانت و 0. حالا این نقطه هایی که به دست آوردین و علامت زدین رو به هم دیگه میایین وصل میکنین به این شکلی که دارین میبینین. نقطه ها به هم وصل میشه. حالا برای این قسمت کار که یه همچین هلالی داره، میایین از این نقطه 19 سانت میایین، طول کلی 37 سانت، 19 سانت رو علامت میزنی یه نقطه، دوباره یه 5 سانت داریم این قسمت، باز نقطه بعد رو به دست میارین، اینجا 5 سانت هستش. و بعد میایین خط بعدی که میمونه 13.5 سانت هست. بچا از این 5 سانت وسطش نیم سانت میریم بالا و این خط 13.5 و وسطش 2.5 سانت میایین پایین و این نقطه ها رو به این شکل هلال فرم به هم دیگه وصل میکنین که نصف الگوی قنداق فرنگی شما به دست میاد. حالا میان کاغذ رو وسط به تا میکنین به این شکلی که دارین میبینین، به این شکل تا میکنین و همین خطوط چیز میشه دیگه در میاد. این خطی هم که الان بهتون نشون دادم بعدن بچه باید دوخته بشه. از اون 17 سانت 1.5 سانت میریم بالا، یه نقطه به دست میارین، اون نقطه رو علامت میزنین و اینجا از این قسمتی که 9.5 سانت هستش 3 سانت میایین پایین، نقطه رو به دست میارین و این دو نقطه رو با خط کش به هم وصل میکنین که بعدا باید اینجا دوخته بشه از رو، که حالا توی کار بهتون نشون میدم. الان برای اینکه دو طرف الگوی ما یه دست به دست بیاد، میایین با سنجاق نصف الگو رو ثابت میکنین روی کاغذتون و بعد دورش رو میبرین به این شکل که میبینین الگوی ما به دست اومد، نصفش رو کشیدیم و به این شکل کپی شد اون قسمت کار. الگوی ما همجوری که میبینین بچه ها آماده شده و بعدا این قسمت کار برمیگرده و این الگویی که داریم یکی از بهترین الگوها هستش، به خاطر اینکه قابلیت سایز شدن داره و اینجوری نیست مثل کاری که تو بازار هست کوچیک باشه. این سایزش خوب هست و تا بزرگتر هم بشه نوزاد شما میتونین استفاده کنین. حالا بریم ابرویی بالای آغوشی رو بکشیم که بیشتر حالت تزئینی داره و برای زیبایی کار هست استفاده میشه. بچه من 1/4 این الگو رو میکشم و بعد شما همون رو میتونین کپی کنین. ببینیم این خطایی که ما داریم، خط عمودیمون 15.5 سانت هست و این سمت هم 35 سانت هست. به این شکل ما اون 15.5 سانت رو علامت میزنیم و این ور هم 35 سانتمون رو علامت میزنیم. پس 15.5 و 35 سانت شد. من الان ببینیم بچه دارم 1/4 الگو رو برای شما توضیح میدم که بعد همین رو میبریم و کامل الگوی ما به دست میاد. تقسیم بندی همون هم که باز اون خطوط موازیمون فاصله هاشون 5 سانت 5 سانت هست که اونها رو میکشین.
بعد از اینکه 5 سانتا رو کشیدین، خطامون رو به این صورت با اندازه هایی که میگم علام اندازه. خط اولمون 15 و نیم بود، دومی 15 سانت، 14، 12 و نیم، 10 و 70، 8 و نیم، 5 و 3 و 0. و این نقاط رو میایم به هم دیگه به صورت هلال وصل میکنیم و به این شکل الگوی ما به دست میاد. حالا ما اگه این رو ببینیم به این شکل باز کنیم میشه الگوی کاملمون. حالا میبریم دورش رو به این شکلی که داریم میبینین، الگوی ابرویی ما آماده شده که ابرویی رو روی یک لایه پارچه بچه ها باید برش کنیم، اما الگوی کل آغوشی رو روی دو لایه پارچه بذارین، با هم روی دو لایه پارچه بذارین و اگه پارچه هاتون ترکی داره ترکیاش روی هم قرار بگیره به این شکلی که داریم میبینین. برای اینکه بچه ها پرتی پارچه کمی بدین، الگوتون رو کج میتونین بذارین، اینجوری پرتی پارچه کمتری داره و مشکلی هم برای دوختتون ایجاد نمیشه. حالا اگر هم دوست ندارین میتونین صاف بذارین، دیگه کاملا سلیقه‌ای هست. یک سانت دور تا دور الگو رو فاصله میدین و بعد این قسمت رو ما باید ببریم که من الان میبرم بهتون نشون میدم. ابرویم روی یک لایه پارچه همطوری که گفتم میذاره این، چون دوباره این دو قسمت میاد روی هم دیگه و ابروی کار رو تشکیل میده. یک سانت دورش رو فاصله میذارین و روی پارچه‌تون میبرین کارتون رو و به این شکل ابروی کار ما هم آماده شده. حالا بچه این نکته ای که برای ابرویی داره این هستش که شما میتونید از هر پارچه‌ای که دلتون میخواد مشخص باشه استفاده کنید، یا از پارچه طرحدارتون یا از پارچه ساده و کاملا سلیقه‌ای هستش. همطور که میبینین الگوی آغوشیمون رو برش کردیم، این دوتا خط رو هم بچه ها حتما انتقال بدیم به این شکلی که دارم میبینین. اگه هنوز الگو رو بر نداشتین روی کاغذ همون موقع انتقال بدین، اگه برداشتین این دوتا خط رو به این شکل علامت بزنین و دوباره با خطکش به هم وصل کنین، هر دو طرف همین کار رو انجام بدین. به این شکل این دوتا خط ما هم انتقال پیدا میکنه. خب بچه میایم الگوی آغوشی اونی که میخوایم داخل کار باشه، یعنی نوزاد روش میخوابه پشت کار نباشه، اون رو اون پارچه رو روی لایکوی 3 سانتمون میخوابونیم به این شکلی که توی تصویر داریم میبینید و دور تا دورش رو با سوزن فیکس میکنیم به این شکلی که داریم میبینید. من کار رو براتون فیکس کردم کاملا، همه طرفش رو به این شکل میایین روی کار فیکس میکنین و 2-3 سانتی فاصله میدین، 2 سانتی نه فاصله بدین کافی هست و لایکوش رو میبرین، همونجوری که توی ویدئو دارین میبینین دور تا دور کار رو همین کار رو انجام میدین. برای ابرویی هم دقیقا همین کار رو میکنین، پارچهتون رو میذارین روی لایکو و دورش رو میبرین. حالا اضافات پارچه ها رو، اضافات لایکو رو اصخایی میکنم به وسیله دستگاه سردوز برمیدارین به این شکلی که دارین میبینین، دور تا دور کار تمیز شد و لایکوی اضافه برداشته شدش. ابرویی هم به همین شکل آماده شد. بچه ها ابرویی باید یه دونه سردوز دیگه هم بخوره، این دولاییش به این شکل روی هم قرار میگیره، حتما با سنجاق فیکس کنین و دور تا دورش رو، این قسمت پایین هلال پایین دور تا دور نفر، این قسمت که الان سردوز خورده، به این شکل آماده میشه. ابرویی ما به این صورت آماده میشه که بعدن روی اون کار قبلیمون قرار میگیره. بچه ها وسط این قسمت الگوی پایین رو به این شکل الگو رو هم میخوابونین و وسطش رو پیدا میکنین و علامت میزنین. این نقطه رو حتما علامت بزنین، ابرویی هم به این شکل تا کنین و وسط قسمت پایینش که سردوز خورده رو علامت بزنین، چون این دو نقطه باید بیان روی هم الان قرار بگیرن و خیلی مهم هسته، چون اگه وسطش رو پیدا نکنین بعدن کج میشه الگوتون. دو تا نقطه رو به هم ثابت کنین و بقیهش رو آروم آروم خیلی با حوصله با سنجاق اینها رو به هم دیگه وصل کنین. اگه دقیق و با حوصله انجام بدین کاملا به این شکلی که میبینین در میاد و خیلی تمیز و زیبا میشه. به این شکل میان ابرویی رو روی الگوی پایین
وصل میکنیم به این شکل. کاملا باید موازی هم باشه دو طرفش که کج نباشه. حالا پارچه بعدیمون رو روی پارچه رو به روی پارچه قرار میدیم و پشت پارچه رو به سمت خودمون. بچه ها از این نقطه‌ای که بهتون نشون میدم شروع کنین به وصل کردن و همینطور بازوی مقابل رو هم وصل کنین. اول دوتا بازو و پایین کار رو با سنجاق فیکس کنین و بعد بالای کار رو فیکس میکنیم و اصلا هیچ قسمت کار ما هیچ پارچه اضافه‌ای بچه ها نباید داشته باشیم. اگه همینجوری که بهتون توضیح دادم کار رو انجام بدین پارچه اضافه‌ای نمیارین. ببینید این قسمت کار که پایین هستش فیکس شد. حالا میریم آروم آروم بالای کار رو هم فیکس میکنیم. حتما با دقت این قسمت رو انجام بدین که هیچ پارچه اضافه‌ای نیاره. ببینید من الان براتون وصل کردم، هیچ پارچه اضافه‌ای نداریم، کاملا مماس هم هستش. به این شکلی که توی ویدیو دارین میبینین هیچ جای کار هیچ پارچه اضافه‌ای نباید داشته باشیم. حالا بچه ها برای برگرد کار این قسمت رو نمیدوزیم، اینجا رو علامت بزنیم. ببینیم من با دوتا سنجاق علامت زدم، این قسمت رو باز میذاریم که بعدم پس دوز میشه. بقیه کار رو میبریم زیر چرخ و میدوزیم. اول کار رو که قسمت شروع دوختمون هست، دوخت رفت و برگشت بریم، یه 1 سانتی فاصله بدین و شروع کنیم به دوختن. دیگه اینجاها که فاصله دادین دیگه نمیخواد فاصله بدین، به خط اصلیتون نزدیک کنین، به اندازه یه پایه فاصله باشه، چون گرد هستش. اگه فاصلش زیاد باشه بعدن کارتون رو که برمیگردونین قشنگ نمیشه. پس دقیقا همون کنار خط سردوزتون رو میدوزین. وقتی که به انتهای کار رسیدین باز هم یه دوخت رفت و برگشت میشین. بچه الان ما این قسمت ابرویی هستیم، ابرویی چون کلفت هستش حتما یه رفت و برگشت اول ابروییتون برین و بعد کار رو همینطوری که دست منو میبینین مهار کنین و خیلی آروم آروم دوختتون رو بزنین. اگر از چرخ خونگی دارین استفاده میکنین، از لایکو نازکتر برای قسمت ابروی استفاده کنین که خیلی کلفت نشه و اذیتتون نکنه. حتی از ابر هم میتونین استفاده کنین و داخلش رو با لایکو دونه دار پر کنین. بچه سنجاق رو به این شکل هم میتونین بزنین، برعکس اونجوری که من میزنم، چون اگه به این شکل عادت نداشته باشین تو دستتون فرو میره. بله ببینین این قسمت کار رو که انتهای کار هست، اون 20 سانتی که بهتون گفته بودم و ما ندوختیم، اینجا بازه برای برگشت کارمون که بعدن این قسمت پس دوز میشه. به این شکلی که میبینین تا اینجای کار آماده شد. حالا برمیگردونم کار رو بهتون نشون میدم. بچه کار رو برگردوندم، همونطوری که میبینین چقدر دوختش تمیزه، فقط همین یه تیکه که بعدن باید پس دوز بشه باز هست. اینجا رو بچه ها آروم داخل میزنین، خیلی با حوصله، پارچه اضافه نباید بیاد. به این شکلی که میبینین داخل میزنین و روش رو سوزن با سوزن فیکس میکنین و بعد یه اوتو بزنین این قسمت رو که میخواییم پس دوز کنین. بعدا خیلی راحت تر هست پس دوزش براتون اگه یه اوتوی بزنین. ببینین به این شکل این قسمت کار فیکس شد، یه اوتو هم کردم من. ببینین خطش کاملا صافه، هیچ اضافه ای هم نداره. حالا یه نکته ای رو بچه ها الان باید براتون توضیح بدم. برای این قسمتی که ما علامت زده بودیم، ببینین این الگو رو از رو همون خطایی که داشتیم تا میزنین و این قسمت پایین رو از اون خط 9 سانتی که داشتیم از رو اون یه حدود 2 سانت میایین به سمت داخل. ببینین به این شکل این قسمت پایین رو هم تا میزنین. حالا این رو باید ببریم روی یه دونه فوم که برای حفظ ستون فقرات نوزاد هستش. اول دور تا دور همین قسمتی که الان تا زدیم رو بچه ها روی فوم علامت میزنین. این فوم رو از مصالح ساختمونی ها میتونین تهیه کنین که 1 سانت هستش ضخامتش. میتونین به جاش از لایکو هم استفاده کنین ولی لایکو کیفیت این رو نداره. این باعث میشه ستون فقرات نوزاد آسیب نبینه و محکم نگه داره ستون فقراتش وقتی که توی بغل هستش. میان الان دور تا دور این الگو رو با خودکار علامت میزنین، الگوی اصلی رو در میاریم ولی الگویی که ما داخل کار میخوایم استفاده کنیم باید از این کوچیکتر باشه. الان این رو میکشیم، بعدن حالا بهتون الان میگم. الان دور تا دور کار رو به این شکلی که میبینین من دارم میکشم، به این شکل بکشین ببین اینجوری میشه.
این الان میشه خط اصلی الگوی ما. بعد 1.5 سانت بیاین داخل از سه طرف، دو طرف پهلو و بالا 1.5 سانت و قسمت پایین رو حدود 3 سانت بیاین داخل و خط دوم که داخل هستش رو برش بزنیم. به این شکلی که میبینیم با کاتر به راحتی بریده میشه. حالا بچه ها این خطایی که ما داشتیم، 3 تا خط داشتیم دیگه، 2 تا دوم پهلوها بود، یه دونه هم پایین کار بودش. اینا رو حتما بچه ها با سنجاق کامل فیکس کنین. این فوم میاد وسط این قسمت قرار میگیره که حالا بهتون توی کار نشون میدم. بعد این لایه ها برمیگرده روش و ببینین این قسمت پایین، این فوم که الان اینجا باشین 2 سانت 3 سانت بیاین پایین ترش علامت بزنین، یه دوخت بعد بخوره و این قسمت هم باید دوخت بخوره. بچه ها حتما جای دور این خطاتون رو کامل با سنجاق فیکس کنین که نپیچه پارچتون. این خیلی نکته مهمی هست که پشت کارتون هم تمیز در بیاد. دو طرفش رو حتما با سنجاق فیکس کنین و بعد ببرین زیر چرخ. به این شکلی که میبینین کارمون رو فیکس میکنیم. خط این سمتمون هم فعلا فیکس میکنیم. اول این خط پایین و سمت چپ کار رو میدوزیم. این دوتا خط رو حتما در با دستتون کار رو مهار کنیم. خط پایین رو دوختیم. حالا خط پهلو رو هم میدوزیم. به این شکلی که دارین میبینین با دستتون کار رو مهار کنین. کاملا دو طرف رو نگه دارین که پارچه از زیر هم چین نخوره و پشت کارتون هم تمیز و زیبا در بیاد. در انتها هم یه دوخت رفت و برگشت برین. نخامون رو کات میکنیم. بچه همونطوری که میبینیم پشت کار رو هم کاملا تمیز هستش. به این شکل میریم پشت کار رو نگاه کنین که تمیز باشه. اگه ایرادی داشت دوباره باز کنین، دوباره بدوزین. فومتون رو به این شکل بپیچین و از این قسمت که گشته بودیم برای پر کردن داخل کارتون قرار بدین. به این شکل خیلی با حوصله آروم آروم میره تو جای خودش، جا میخوره. بعد از اینکه فوم رو قرار دادین، دو طرف خطی که حالا باید بدوزیم رو باز یه مقداری فاصله بدین و کاملا با سنجاق حتما فیکس کنین. بچه‌ها اگه فیکس نکنین کارتون خوب در نمیاد. و این خط رو هم میدوزیم. پشت کار هم باید حتما تمیز باشه. اگه تا اینجای ویدیو رو دوست داشتین یه لایک برام حتما بکنین. بچه ها حالا میایم این قسمت کار رو میدوزیم که به قسمتی هست که باید پسوز بشه، که طبق کارت بالا روش پسوز کردن براتون گذاشتم. کار ما بچه ها به این شکل قابل سایز شدن هستش. هم میتونین با دکمه بدوزین کار رو، همین میتونین جا دکمه بزنین که دو تا جا دکمه بزنین که سایز بشه. و با دکمه هم ببینیم به این شکل کار دوخته شده. الان تو تنگ ترین حالت من گذاشتم. بعدن بچه‌تون که بزرگتر میشه، رونش بزرگتر میشه، میتونین دکمه ها رو فاصله بدین. به این شکلی که میبینین آغوشی ما آماده شده. امیدوارم که از این آموزش لذت برده باشین. بچه ها میتونین بعدن جای این قسمت دکمه رو عوض. این شکلی که میبینین اگه همه این نکات رو رعایت کنین یا آغوشی زیبا رو میتونین بدوزین. مرسی که تا انتهای ویدیو همراه هم بودین. براتون هر کجای جهان زیبا هستین آرزوی خوشبختی، سعادت و برکت میکنم. اگه دوست دارین که تکنیکای خیاطی من رو یاد بگیرین، پیجم رو سابسکرایب کنین و زنگوله پیج رو بزنین که هر دفعه ویدیو میذارم شما اولین نفری باشین که از اون استفاده میکنین. خیلی دوستتون دارم.